سلام عرض می‌کنم. امروز همونطور که گفتن روز آخر هست و الان جلسه ما قبل آخر هست، یعنی این جلسه رو خواهیم داشت، یه جلسه هم بعدش داریم و این دوره به پایان میرسه. همونطور که روزه قبل هم اشاره کردیم، امروز در واقع می‌خوایم به بعضی از روش‌هایی بپردازیم که چه دولت‌ها، چه مسئولین، چه مؤسسات برای بازی با اعداد در هنگام گزارشدهی، در هنگام تشریح عملکرد خودشون مورد استفاده قرار میدن و طبیعتاً اینه که از مهمترین چالش‌هایی هست که پیش روی هم روزنامه‌نگاران حرفه‌ای و هم شهروندان قرار داره، به این خاطر که خیلی وقتا هم شهروندان و هم روزنامه‌نگاران و هم شهروند روزنامه‌نگاران میخوان بدونن که آماری که منتشر میشه، اعدادی که بیان میشه، اینها تا چه حد قابل استناد هست، واقعا وضع چجوری هست. خیلی هستن ممکنه نخوان کار رسانه‌ای یا کار خبری هم انجام بدن، اما به هر حال نگران وضعیت کشور خودشون هستن، طبیعتا دوست دارن بدونن که وضعیت آمار و ارقامی که اعلام میشه به چه صورت هست، تا چه حد قابل اعتماد هست. خب واقعا روش‌هایی که استفاده میشه توسط خیلی از مؤسسات، خیلی از مسئولین دولت‌ها برای اینجور اطلاع رسانی‌ها، البته انقدر بعضی وقت پیچیده هست که شاید این سرفصل رو میشد کردش کلن موضوع یک دوره جداگانه، ولی خب با توجه به وقت محدودی که وجود داره در یه جلسه یه ساعت و نیمه سعی می‌کنیم که مروری به داستان بکنیم. واقعا فقط مرور خیلی مختصری هست به بعضی از نمونه‌ها و بعضی از روش‌هایی که خب کم و بیش هم ممکنه که خیلی‌هاشون در ذهن همه آشنا باشن، ولی شاید حالا باز کردنش با عدد و رقم یه مقدار نکات جدیدی داشته باشه، وگرنه کل پدیده قطعا پدیده‌ای که برای افکار عمومی بسیار آشنا است. اجازه بدید که اولش هم من یادآوری بکنم که ما در این قسمت راجع به زمانهایی که مسئولان و مؤسسات رسما دروغ دارن میگن یا اینکه رسما آماری که وجود نداره رو دارن منتشر میکنن حتی صحبت نمیکنیم. میخوایم راجع به مواردی صحبت کنیم که اینطور نیست که کلن یه عددی اختراع بشه، بلکه اعداد موجود جوری بیان میشن که بتونه گمراه کننده باشه. خب یه اشاره کوچیک اول بکنیم به زمانهایی که رسما عددسازی میشه، برای اینکه بگیم که خب این پدیده حد اکثرش کجاست، و بعد بیایم به حدهای ملایمترش که وقتایی که رسما عددسازی نمیشه بلکه عددها به شیوه های هدفدار تفسیر میشن. باز اگه بخوایم برگردیم به اون بحث آماری قدیمی نتایج انتخابات 1388، در جاهایی در این انتخابات در هنگامی که نتایج اعلام میشدن خیلی واضح بود که یه عددی دارن ساخته میشن. باز هم ما مبنا رو چیزهایی که منتقدین انتخابات میگفتن نمیذاریم، چیزهایی که توسط مقام های مسئول برگزار کننده انتخابات بیان می‌شدن رو اجازه بدید که مورد توجه قرار بدید. مثلا بعد از انتخابات خبرگزاری دولتی ایرنا در سال 1388 خرداد 88 یه تیتر برجسته‌ای رو مخابره کرد و یک خبری رو داد با این مضمون که کاندیداهای رقیب آقای احمدی نژاد حتی توی زادگاه خودشون رأی نیاوردن. آمار هم داده بود، نه اینکه فقط همینجوری این رو به صورت خبر بیان کنه، بلکه آماری رو بیان کرده بود که نشون می‌داد هم محسن رضایی، هم میرحسین موسوی و هم مهدی کروبی اینها در زادگاه خودشون هم شکست خوردن از آقای احمدی نژاد. خب خبر تحقیر کننده ای بود دیگه ظاهرا، یعنی نشون میداد که این حتی مردمی که مردم زادگاهشون هستن هم قبولشون ندارن در مقابل آقای احمدی نژاد، مخصوصا اینکه در ایران یک رسم همیشگی در انتخابات وجود داشت که معمولا افراد زادگاه کاندیداها یا حتی استانهایی که به هر حال اونها بهش تعلق داشتن در بعضی از موارد یا در خیلی از موارد به نسبت بالاتری به اونها رأی میدادن. نمونهش مثلا انتخابات 1384 که آقای مهرعلی زاده که خب شاید گمنامترین کاندیدا تلقی میشد، ولی در سه استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل رأی آورد که به نظر میومد که به هر حال گرایش های زبانی و منطقی در این مسئله دخیل بود. اما در 88 انگار می‌خواستم بگن اون قاعده رو بذارید کنار، الان دیگه حتی در حد رأی آقای مهرعلی زاده هم ممکنه که این اتفاق نیفته، الان دیگه همه یک پارچه پشت سر آقای احمدی نژاد. نکته این نیست که ما با این آمار موافقیم یا مخالفیم، نکته اینه که بعد از اینکه خبرگزاری ایرنا اینو زد و بعد وزیر کشور پشت این آمار واستاد،
گفتش که خب دلیل نداره کاندیداها در زادگاهشون بیشتر رأی بیارن، برای چی همچین تصوری رو خیلی ها میکنن، چون به هر حال مورد انتقاد واقع شد دیگه. و وقتی که آقای کامران دانشجو رئیس صدد انتخابات دوباره تاکید کرد، گفت ما نمیدونیم چرا اینطور شده، ما ربطی نداره، ما فقط میشموریم آرا رو و ما دیگه با این بحثش کاری نداریم، خب این اعتراضات بالا گرفت. و وقتی که بالا گرفت، 10 روز بعد وزارت کشور آمار جدیدی منتشر کرد. این بار این آمار نشون میداد که آقای میرحسین موسوی در زادگاه خودش و آقای محسن رضایی در زادگاه خودش بیشتر رأی بودن از آقای احمدی نژاد. البته بازم آقای کروبی طبق اون آمار، چون به هر حال ظاهرا یک وضعیت خاصی برگزار کنندگان انتخابات داشتن شاید با آرای آقای کروبی، به هر حال آقای کروبی بازم دوم در این آمار جدید هم ظاهرا شده بود، ولی موسوی و رضایی اول شده بودند، در حالی که قبلا آماری که منتشر کرده بودند این بود که اینها در زادگاه خودشون هم دوم شدن و حتی وزیر پشت این آمار واسطه بود، رئیس صدد انتخابات واسطه بود. اعتراضات بالا میگیره، قضیه غیر قابل دفاع میشه، آمار به راحتی در یک جدول تغییر داده میشه. خب طبیعتا شما موافق انتخابات باشید، مخالف انتخابات باشید، موافق دولت برگزار کنندش باشید، مخالفش باشید، طبیعتا یک سوال بیشتر به ذهنتون نمیاد و اون اینکه خب این آماری که منتشر شده بود در اون زمان مثل اینکه خیلی مبنایی نداره دیگه، مسئولین ممکنه برن توی جدولی عددی رو تغییر بدن یا ندن. دیروز یکی از دوستان اشاره خوبی رو کردن به گزارشدهی هایی که در زمان آقای احمدی نژاد، در زمان مخصوصا دولت دوم ایشون، در مورد اشتغال صورت می گرفت، در مورد نرخ اشتغال. به هر حال هم دولت دوم و هم اول آماری اعلام می شد، ارقامی اعلام می شد که در معرض تردید قرار داشت. حالا اجازه بدید همین رو هم یک بهانه ای بکنیم که مقدار این رو بیشتر نگاه بندازیم. از دیروز که به هر حال این نکته رو دوستان مطرح کردن، چون به نظر من نکته جالبی اومد، یه مقدار نگاه بیشتری انداختم و جالب اگه بعضی از واقعیتش رو یادآوری بکنیم. ببینید در زمان آقای احمدی نژاد این ادعای کلیدی وجود داشت و تبلیغ میشد توسط دولت ایشون که 6 میلیون شغل ایجاد شده. و حالا بعضن رقم‌های جزئی‌تری هم میدادن، میگفتن به طور متوسط سالی 857,000 با همین دقت شغل ایجاد شده. خب این آمارها هم به هر حال در طول چند سال تکرار میشد دیگه، مشابه این آمارها و به هر حال آمارهای شکوهمندی هم به نظر می اومد. در فروردین سال 92 در یک برنامه تلویزیونی به نام پایش، که یک برنامه به هر حال به بحث‌های اقتصادی و اینها به صورت جدی‌تر می‌پردازه، حالا تلویزیونی که خب مدافع البته آقای احمدی نژاد بود، ولی در اون زمان آقای احمدی نژاد دیگه شاید اون میزان حمایت سابق رو نداشت، در اون زمان میدان ایجاد کرد، تریبونی به یک کارشناس داد که اون کارشناس با عدد و رقم و آمار و روی یک نمودار میزان واقعی اشتغال رو نشون داد در طی این مدت، که البته حالا کل اون مدت رو شامل نمیشد، ولی به هر حال در اون زمانی که آمارش در دسترس بود و ارائه شد مربوط به سال 85 تا 90 که تمام سالهایی هستش که در دوره آقای احمدی نژاد هست، نشون میداد این نمودار که میزان واقعی تولید شغل سالی 14,000 بوده. یعنی مقایسه کنید با اون گزارشدهی هایی که تا اون زمان همه دستگاه دولتی ترویجش میکردن، یعنی سالی 857,000 شغل این کجا و 14,000 شغل کجا، که حالا 14,000 شغل مثلا اگر بخوایم بزرگیشو در نظر بگیریم با توجه به اینکه ایران کشوریه که به هر حال هر سال جمعیت زیادی وارد بازار کار میشن به خاطر درصد بالای جمعیت جوان، خب این رقم در دولت قبلی آقای احمدی نژاد حدود 700,000 تا بود در سال، حتی در دوره جنگ 200,000 تا در سال بود، در نتیجه 14,000 تا تقریبا نزدیک صفر بود، در حالی که خب این ارقام داشت در آخرین ماه‌های دولت آقای احمدی نژاد بیان می‌شد که خب دیگه انگار پرونده اون دولت تموم شده بود به لحاظ سیاسی و تبلیغاتی. قبل از اون تریبون‌ها به کرات این آمارهای خیلی بالا رو 800,000 تا رو عنوان می‌کردن و طبیعتاً خب افکار عمومی هم حالا ممکن بود که فکر کنن درصدی از این ممکنه که درست نباشه، ولی شاید واقعا حتی برای خیلی از کارشناسان هم به سختی قابل تصور بود که تفاوت در این حده، یعنی در حد 14,000 تا 850,000 تا.
این موارد رو ولی کنار بذاریم اگر، یعنی مواردی که به هر حال به نظر میاد رسما داره عدد سازی میشه، در بعضی از اوقات مؤسسات، دولت ها که این پدیده حتی ممکنه که منحصر به دولت ها و کشورهای بسته هم نباشه، این پدیده حالا نمونه های دیگه‌اش رو مثال میزنیم بعدا در ادامه این صحبت، در حتی خیلی از کشورهای دیگه هم به وقوع میپیونده، در کشورهایی که به هر حال آزادی مطبوعات جدی‌تر هست و شفافیت بیشتر هست، باز دولت‌ها یا مؤسسات اگر جایی بتونن تفسیرهایی بکنن از اعداد که اون تفسیرها به نفعشون در بیاد، قطعا این کارو میکنن. نهایتاً انگار که نوع اطلاع رسانی میخواد صورت بگیره توسط هر جور دولتی که تهش به هر حال نشون بده که اون دولت داره دستاوردهای بزرگ و عظیم ایجاد میکنه نسبت به مثلا دولت‌های رقیبی که وجود داشتن، دولت‌های دیگری که وجود داشتن، نسبت به اون چیزی که منتقدانش عنوان میکنن. یک کاریکاتور خیلی معروف در زمان اتحاد جماهیر شوروی، یک کاریکاتوریست کشیده بود که این نوع دستاوردهای شکوهمند و تبلیغاتی نشون دادن از طرف دولت شوروی رو در واقع به نوعی داشت باهاش شوخی میکرد. یک کارخونه تولید میخ بود که یک کارگر، چون میدونیم در اتحاد جماهیر شوروی یک سری قهرمانهای کار بودن، یعنی کارگرهایی که بیشترین حد تولید رو انجام میدادن، یک کارگر یک قهرمان کار بود و رکورد تولید میخ رو شکسته بود، بالاترین میزان رو انجام داده بود. چی تولید کرده بود؟ یک میخ بزرگ به اندازه مثلا چند تا آدم. خب دستاورد بزرگ بود، ولی خب بزرگ برای چی؟ اون میخ به چه دردی میخورد؟ فقط به درد گزارش دادن میخورد، وگرنه قطعا مشکلی از جامعه مصرف کننده و کسایی که قرار بود ازش استفاده بکنن رو حل نمیکرد. و واقعا خیلی وقتا این شیوه اطلاع رسانی به کار گرفته میشه. باز اگر بخوایم برگردیم به همون داستان نرخ بیکاری که دوستمون در جلسه پیش مثال زده بودن، البته من اون وقت اینا حالی یه سریش رو به صورت، یعنی از رو حافظه یه چیزایی گفتم، ولی بعد چک کردم دیدم که خوشبختانه غلط نبود، تقریبا همون داستانه. ببینید داستان از این قراره که در سال 85 وقتی که به هر حال آمار بیکاری، چون میدونید که در ایران به سالهای مزرعه 5 به هر حال آمارها به صورت انبوه جمع‌آوری و منتشر میشن دیگه، گذشته از چیزهایی که هر سال ممکنه که بیاد، در سال 85 به هر حال وقتی که مسئولین دولت آقای احمدی نژاد میبینن که وضعیت اشتغال در آمارها خیلی وضعیت نامطلوبی هست و این به درد گزارش دادن نمیخوره، یک تصمیم خیلی بزرگ میگیرن و میان میگن که خب ما اساساً تعریف بیکاری رو میایم تغییر میدیم. تعریف بیکاری که در واقع از اون سال مورد توجه قرار میگیره این بوده، اینه که از رو براتون میخونم. تمامی اعضای 10 ساله و بیشتر خانوارها که در 7 روز گذشته، یعنی قبل از مراجعه ماموران آمارگیری، شاغل و یا بیکار (پرانتز جویای کار) بوده اند، جمعیت فعال اقتصادی به شما میآیند، نقطه، محصلان، خانه‌داران و دارندگان درآمد بدون کار، چنانچه شاغل یا بیکار نیز بودند، فعال اقتصادی محسوب می‌شوند. و بعد این تعریف در واقع اینجوری ادامه میده که اگر که کسی حداقل 1 ساعت کار در هفته انجام داده باشه، اون میتونه که شاغل به حساب بیاد. خب چرا این باعث تغییر میشه در آمار اشتغال؟ به این خاطر که مثلا در سرشماری های سالهای 45 و 55 تعریف شاغل حداقل 8 ساعت کار در هفته بوده و نه 1 ساعت. در سرشماری های 65 و 75، یعنی قبل از همون سال 85، حداقل 2 روز در هفته بوده. 2 روز یه دفعه تبدیل میشه به 1 ساعت و نرخ بیکاری میاد پایین. این در اینجا دولت رسما دروغ نگفته، مخصوصا این که به تعریفی رجوع کرده که اون تعریف به صورتی با یک مقدار شیطنت، اگر که البته بشه این لفظ رو به کار برد، انگار که برگرفته از یکی از تعاریف سازمان بین‌المللی کار بوده، چون سازمان بین‌المللی کار این تعریف رو داره در تعریف بیکاری که 1 ساعت اشتغال در هفته در مورد بعضی از مشاغل میتونه به معنی کار داشتن محسوب بشه، اشتغال محسوب بشه. بعضی از مشاغل یعنی چی؟ ممکنه واقعا یه وکیل عالی رتبه‌ای باشه که در هفته میره یه ساعتی پرونده‌ای رو بررسی میکنه. البته خب به هر حال
این یک ساعت پشتش سالها تجربه و به هر حال ارتباط و اینجور چیزا هستش، ولی اون یک ساعت میره و این کار میکنه و این کفایت میکنه برای اینکه خب ما نگیم که این وکیل بیکار هست، یا ممکنه یک جراح خیلی توانایی باشه که بره در هفته یه عمل انجام بده، یه عمل خیلی پیچیده انجام بده و همون اشتغال بکنه کفایت بکنه برای اینکه بگیم اون شاغل هستش. ولی این تعریف رو تعمیم دادن به تمام جمعیت چیزی بود که طبیعتاً مطلوب کسایی بود که می‌خواستن گزارش دهی بکنن و گزارش دهیشون هم برای مبنا کردن، آمار کار رو هم، آمار اشتغال رو هم در کشور بالا بردن، آمار بیکاری رو هم در کشور پایین آوردن. البته طبیعتاً این با اون چیزی که در عرف بهش میگن اشتغال فرق داره و در خود تعریف سازمان بین‌المللی کار هم البته این توضیح داده شده که خب اغلب کشورها یک همچین ملاکی رو برای اشتغال در نظر نمیگیرن، ملاکای دیگری رو در نظر میگیرن. مثلا یه ملاک دیگر رو اگر بخوایم بهش نگاه بکنیم که خیلی از کشورها مورد استفاده قرارش میدن، معیاریه که کنفرانس بین‌المللی آمارگران نیروی کار تعریف کرده که میگه در واقع شاغل یعنی کسی که حداقل یک سوم ساعت کاری مرسوم اون کشور رو در دوره مورد بررسی، مثلا دوره مورد بررسی یعنی مثلا یه هفته مونده به مثلا سرشماری یا هر چند مدت مونده به سرشماری، کار کرده باشه یک سوم ساعت کار کشور خودش رو، که در ایران میشه چیزی حدود 14 ساعت. طبیعتاً با اون یک ساعت خیلی متفاوته، ولی به هر حال به این شیوه آمار کار، آمار بیکاری میاد پایین توسط یک دولت و دولت بعدی هم که میاد سر کار، یعنی دولتی که الان سر کار در ایران، اون هم دیگه میترسه که به این مبنای محاسبه دست بزنه، چون اگه بخواد به مبنای محاسبه بیکارها و شمارش تعداد افراد شاغل دست بزنه و مثلا بیارتش روی 2 روز کار در هفته، معنیش میشه که یه دفعه آمار بیکاری میره بالا و طبیعتاً دولت‌ها میترسن که پایه یک همچین تبعاتی برن، در نتیجه یک پایه و اساسی گذاشته میشه که ممکنه که برای مدت‌ها هم ادامه پیدا بکنه و به دلایل سیاسی کسی به اون دست نزنه.